بچه سلام سال 95 بود که من وارد دانشگاه فرهنگیان شدم اون موقع ما خالص دریافتیمون یعنی اون حقوقی که نهایت هم برامون می و 254 هزار تومن بود با همون و 254 هزار تومن بچه ما هر کاری می انجام می دادیم و واقعا تو فشار اقتصادی و اینجور چیزا نبودیم یه تهیه غذا بود پیش دانشگاهمون و می رفتیم اونجا غذا می کباب با کیفیت واقعا با مخلفاتش قشنگ ترتمیز هفت هزار تومن بوفه دانشگاهمون هر وقت میرفتی یه میز بود اون وسط قشنگ یه متر بالا رفته بود از این مثلا جای دلسته رو نمیدونم نوشیدنی و چیپس و پفک و هلهوله که بچه ها خورده بودن اومده بود بالا نفری دو هزار تومن ما میذاشتیم رو هم دیگه قشنگ میرفتیم یه گونی حله حوله میوردیم میشستیم دور همدیگه میخوردیم البته خوشیمون خیلی دوام نیورد یکی دو سال بعدش یه تورمی اومد و خلاصه دیگه اصلا این ها رو ما نداشتیم و از اون روز تا حالا من خودم شخصا هنوز احساس نکردم که به اون روزا برگشتم برام سوال شد که حقوقی که الان میدن به دانشجو معلم ها امسال نسبت به اون موقع چقدر قدرت خرید میده به یک دانشجو معلم حساب رفتم تو اینترنت سرچ کردم نرخ دلار سال 95 رو آوردم هر دلار اون موقع 3500 تومان بوده 254 هزار تومن اگه تبدیل کنیم به دلار یه چیزی حدود 75 دلار دو میشه بعد گفتم بیام ببینم الان حقوق دانشجو معلما که حالا میگم بهتون چند دلار میشه دانشجو معلما از سال 95 تا سال 402 چند بار این حقوقشون دو برابر شد افزایش پیدا میکرد اون موقع ما حداقل حد حقوق کارکنان دولت نمیگرفتیم حداقل حقوق بودش ما هم یه مبلغی به عنوان کمک هزینه تحصیل می گرفتیم این 254 هزار تومن کمک هزینه تحصیل بود که نهایتا حقوق دانشجو معلمان رو رسوندن به حداقل حقوق کارکنان دولت یعنی این فرمول کلیشه هر سالی شما میخوای بفهمی یه دانشجو معلم یه دانشجو دانشگاه فرنگیان چقدر حقوق میگیره به اندازه حداقل حقوق کارکنان دولت میگیره و البته یه مقداری ازش کم میشه بچه‌ها کسورات داره استلاحاً. یه مقداری کسر میشه ازش که اون کسریاتش هم میگم چه جوری قبل از اینکه بهتون بگم یک دانشجو معلم چقدر میگیره بچه ها، یه نکته هست که واقعا مهمه این تجربه شخصی خود خودمه و اون اینکه اون چیزی که مهمه حقوق دانشجو معلم ها حقوق دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نیست بچه ها شما قرار نیست دانشجو معلم بشی شما قرار نیست دانشجوی دانشگاه فرنگیان بمونی تا ابد شما قرار معلم بشی باید ببینی حقوق معلم چقدره آیا حقوق معلم راضیت میکنه یا نه با اون تصمیم بگیری و فکر نکنی فقط هم همین یه مسیر هست تو زندگی نه مسیرهای دیگه هم هست یه نفر ممکنه به دلیل شرایطی که داشته کاملا راضی باشه یه نفر هم ممکنه راز... من خودم یه دوستی داشتم قبل از اینکه معلم بشه توی فروشگاه زنجیره‌ای کار میکرد روزی دوازده ساعت کار میکرد با یه حقوق ناچیز بعد اومد مثلا معلم شد ساعت کار خیلی کمتر و حقوقش هم نسبت به اونجا خیلی بهتر بود دیگه خیلی خوشحال بود یه نفرم ممکنه مثلا طلا داره مثلا تو بازار که کسب و کار خیلی خوبی داره بعد بیاد بگه خب این چیه مثلا بس به خودت داره کاملا که دیدت چیه اما اینو بگم که معلم ها ساعت کارشون وقت آزاد زیاد داره یعنی شما میتونید قشنگ یه کار دیگه هم در کنار این کار داشته باشید اینجوری نیست که بدون فشار بیاره و نتونید دیگه هیچ کار دیگه انجام بدید هم حقوق دانشجو معلما رو میگم هم حقوق معلما رو آنگوشاتیز شد خب دانشجو معلم ها بهتون گفتم حداقل حقوق کارکنان دولت رو میگیرن یعنی هر سال وقتی بودجه تو مجلس ریخته میشه یه مبلغی تعیین میشه به عنوان حداقل حقوق کارکنان دولت که هیچ کارمند دولتی نباید از این, این کمتر بگیره دانشجو معلم ها اینو میگیرن خب بعد این مقداری ازش کس میشه حالا مثلا سال 402 حداقل حقوق کارکنان دولت 7900 حدودا حدودا بگیریم 8 دوبن. 8 میلیون تومن حداقل حقوق کارکنان دولت. نه چقدر کم میشه برای دانشجوهایی که خوابگاهی هستن یعنی توی شهر دیگه است دانشگاهشون 45 درصدش دانشگاه فرنگیان میبره برای اونایی که خوابگاهی نیستن 25 درصدش دانشگاه فرنگیان میبره یه مقداری هم آموزش پرورش میبره برای به عنوان بیمه و نمیدونم بازنشستگی و اینجور چیزها. حدودا شما برای یک دانشجو خوابگاهی تقریبا میتونیم بگیم 50 درصد بلکه بیشتر ازش دانشگاه فرنگان و آموزش پرورش از حقوقش میبره یعنی حقوق... اون مبلغ مثلا اگه 8 تومن باشه حدودا 4 تومن یا یه خورده کمتر دستگیر دانشجو میشه که حالا اینو اگه حساب کنیم به دلار اون 254000 تومن با دلار 3500 میشه حدودا 75 دلار اینو هم حساب کنید باز حدودا همون قد میشه یعنی اون 254000 تومن حدود 4 تومن چار تومن الان کار میکرد و ما خب میگم اون موقع ما اوضاع اون بد نبود الان هم یه نفر تنها که دانشجو هست حالا غذا و خوابگاه و ایناش هم بهش میدن فقط برای پول تو جیبش چهار تومن خوبه دیگه ولی چیزی که جالبه اینه که هیچ تغییری نکرده یعنی با این همه افزایش همونه یعنی از لحاظ رفاهی شما هنوز هم دانشجو دانشگاه فرنگیان در همون حدن با اینکه حقوقشون رسوندن به حداقل حقوق کارکنان دولت اما آقا معلم ها که اینو باید در نظر بگیرید که برای انتخابتون که آیا من میخوام این کار رو واردش بشم یا نشم چون واقعا ممکنه باسه پشیمونید بشی بیایی بگیم خب این چه کاری بود ما انجام دادیم این چیزی بین 10 تا 20 اومد خب حالا اگه راضیت میکنه بفرما اگه نه هم میتونی یه کاری دیگه هم در کنارش داشته باشی برای فقط پول نیست همه چیز پول نیست امیدوارم این ویدیو کمک کتون کرده باشه برای تصمیم گیری اگه سوالی دارید راجب دانشکر فرنگیان و شغل معلمی حتما تو کامنت ها بپرسید فعلا خدا